لشکر گرد و غبار به پشت درهای قلعه رسیده. برای دفاع آماده شدید. 4 سال پیش طرح اولیه هافمن با داستان صدا سناریوش اومد و بعد اون موقع خیلی دوست داشتیم یه تیزر متفاوت بسازیم و تیزر هیوجی بسازیم اصطلاحاً و گفتیم که جنگ سربازان هافمن و جنگ سربازان صدا و هوشمندی برند هافمن من فکر میکنم برای اینه که این فرصت رو به بادکوبه داد و پیشنهاد بادکوبه رو قبول کرد با اینکه از هم هزینه بالایی رو باید پرداخت میکرد هم زمان بسیاری رو باید هزینه میکرد برخلاف تمام میشه گفت 90% آثار تبلیغاتی که ما TVC رو داریم ببینیم تو تلویزیون اصراری نداشت روی اینکه فقط محصولش رو ببینیم یه سناریوی اومد تقریبا فکر میکنم حتی صحبتی که باشون میکنیم تقریبا سناریوی دیگه خیلی شکلش عوض شده ما باید به فرمانده هافمن وفادار میموندیم و برشته که قرار بین یک دنیای فانتزی و یک دنیای واقعی که در انتهای تیزر ببینیم توی اینو تو تیزر قبلی هم داشتیم ما فقط این دوتا در واقع باید رو داشتیم در واقع تو بقیه چیزها کاملا دستمون باز بود مثل هافمن اول ما یه جنگی رو نشون بدیم و در وسط جنگمون ریاکشن بازیگرمونه که در نهایت میفهمیم که سرگرم کاریه و این اتفاق انگار تو توهمش بیرون از پنجره اتفاق افتاده رو دوباره انجام بدیم و هی اصلا بدون اینکه بخوایم درگیر مسئله تکنیکالی بشیم بلند بلند هی فکر کردیم تا فکر میکنم 3 ماه ما علاوه پیش تولیدی رفتیم جلو فنی و تازه فهمیدیم که ما تقریبا میتونیم 20% پروژه رو انجام بدیم 80% در توان ما نبود یا بلد نبودیم اینجور بگم شاید بهتره ولی دیگه صداش پیچیده بود دیگه باید انجام میشد یعنی راه دیگه ای نداشت باید اتفاق می افتاد. اتفاقی که افتاد یک مقداری ما روی پیش تولید این خیلی وقت گذاشتیم که بتونیم به اون لوکی که میخوایم به اون یک دستی برسیم خودم تاکید بر این داشتم که رئالو داشته باشیم که از اون لوک وادر بولی که فانتزی نشیم میان توی بحثای تستایی که میزنیم برای رسیدن به اون لوکی که میخوایم خب الان ما یه تیزری داریم فضای خاکه قاعدتا شب جواب نمیده من دارم مثلا خیلی ساده میزنم که روی ماجرا بیفت خب فضا باید ظهر باشه این ظهر ظهر تابستون ظهر پاییزه چون هر کدوم بنگر یک حس و یک سری اتفاقات هستن برامون مهم بود این قضیه رو بیننده متوجه بشه که ما پلان‌های تکراری استفاده نمی‌کنیم. واقعاً لوکیشن‌ها تک به تک داره جداگونه ساخته میشه. از قسمت اول بهمن زراش و تیمش خیلی روی طراحی لباس‌ها و کاراکترها وقت گذاشتن. کاراکتر فرمانده داستانش داستان جالبیه به خاطر اینکه در شروع کار فقط یه لیدر می‌خواستیم. بحث سر وایکینگ شد، بحث سر گلادیاتور شد. اتفاق دومی که می‌افتاد باید فضاهای اینتریوری که دیزاین میشد متناسب با همین دغدغه‌ای که داشتیم دوباره نباید فضاها رومی میشد نباید فضاها ایرانی میشد و اینها باید شخصیت خودش رو میداشت بنابراین کانسپت آرتیست‌های متعددی رو ارت کردیم اتودهای متفاوتی رو زنیم که فضاها ما به ازا نداشته باشن ما قرار بود 50% رئال کار بکنیم 50%ش رو CG کار بکنیم تستامون رو زدیم یکم خیالمون راحت شد وارد شرایط فیلم برداری شدیم من خودم هم به عنوان کارگردان هم به عنوان مدیر CG هم دغدغه اینو داشتم که نمیخواستم دوربینای خیلی کلاسیکی داشته باشیم دوست داشتم حرکت‌های تون داشته باشم حرکات دوربین توی اتفاقاتی که مبارزات رزمی در واقع دارن
حجم قابل توجهی از اون پلان رو به خودش اختصاص میده. از یه طرف هم نمیتونستیم واقعا، یعنی ابزارشو نداشتیم که سر فیلم برداری با اون سرعت دورونه بچرخونیم، با اون سرعت و دستمون رسما تو خیلی از چیزا بسته بود. با توجهی که ما استوری‌برد خیلی دقیقی هم داشتیم اونجا، با توجه به تستایی که میومد بیرون، من یکم دلگرمتر میشدم برای اینکه رئال و هی بتونیم هضمش بکنیم. حوزه که من کار میکنم خب حوزه افیکسه. افیکس کلن میشه گفت شبیه سازی هایی که انجام میدیم. حالا توی هافمن میشه گفت عمدش گرد و خاک بود دیگه، یعنی شکلی از حرکت گازها بود. جز چند تا پلانی که مثلا تجزیه شدن سربازا رو داشتیم اکثرا رو گرد و خاک بود. توی این پروژه تقریبا یه چیزی هلوش 90 تا پلان داشتیم که افیکس داشت و فکر کنم 80 تا پلانش گرد و خاک داشت. و شما باید یه تداومی رو توی این 80 تا پلان پشت سر هم حفظ کنید با یک عالمه گرد و خاک متفاوت. گرد و خاکی از آدما داره میرزه، گرد و خاکی تو محیط کلا هست، دیوار گرد و خاک داریم اون پشت، قسمت ماجیکال داستان که یک گرد حاله یک گرد و خاک دور دو تا فرمانده رو میگیره با هم میجنگن. و کلا این سبک از افکت ها وقتی زیاد میشه تازه میفهمی که آره خیلی کار سختی. بخش زیادی از افکت ها افکت هایی بود که تکرار شده بود، مثل خاکی که از بدن آدم میاد. خب اینا خیلی یواش یواش عادی شده بود و دیگه یه پروسه مشخصی داشت، اونقدر برامون جذاب نبود. ولی یه سری بخشا بود که یک بار دیدیمشون و واقعا مثلا ما پلانی داشتیم که این ضربه رو میزد یه شاکویو اتفاق میافتاد، گرد و خاک اطراف پخش میشد. خیلی روش کار کردیم، یعنی چیزای متفاوت زدیم. یکی مسئله داشتیم که اینا درست پخش بشه. آره چند تا پلان بود که خیلی دوست داشتم، میدونی این شاک ویوه بود. یه دونه یک دیوار خیلی هیوجی از گرد و خاک بود که وقتی اینا داشتم میدویدم اون ته داشتیم میدیدیمش. و از همه برای خودم بامزه تر اون صحنه بود که این با گرد و خاک میومد و خاک و دور و بر خودش پخش میکرد، فرمانده خاکی. اون پلان برای من جذاب ترین پلان بود. اینکه وقتی که یه پروژه‌ای دو هفته طول میکشه با یه پروژه‌ای که یک ماه طول میکشه با یه پروژه‌ای که یک سال طول میکشه کاملا مدیریتش متفاوت میشه. یه کار خرد رو مثلا لود کردن موشن کپچر و اضافه کردن ادوات نظامی به دست این کراکترها و مبارزه‌اش شاید یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار شما انجام بدی اوکی باشی باهاش، یه هفته 10 روز. ولی وقتی قرار باشه اینو 6 ماه هر روز انجام بدی، اولین اتفاقی که برای هر انسانی میفته افت راندمانه. مثلا میگم من 90 تا پلان باید خاک میزدم، پلان 30 دیگه برام تکراری بود دیگه میدونستم پروسه چیه، قرار چه اتفاقی میفته و شاید مثلا شکل یه اپراتور شده بودم. سعی میکردم هر جایی بر اساس پلانی که هست جزئیاتی رو اضافه کنم که کمک کنه به بهبود پروژه، ولی در نهایت پروسه تکراری و فرسایشی بود. یه تریلر فرم از شات‌های اصلی رو قبل از اینکه پروداکشن به انتها برسه، وسطای پروسه رسیدن به جایی که میتونن رندر بگیرن، خروجی میگیرن و اونو هی پلی میکنن برای پرسنلشون. این باعث میشه بچه‌ها یه ویژن کامل نسبت به انتهای پروژه داشته باشن و همه روحیه میگیرن. چون تا وقتی شما فقط بخوای مثلا با یه سری ورتکس هی هر روز سر کله بزنی، طبیعتاً بعضی تایمی زده میشی. ما به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم این شات‌ها رو به همین شکل بگیریم و خیلی ایجاد روحیه کرد. خیلی روحیه ایجاد کرد که بچه‌ها میتونن ای میشه ببین قراره ما اینو ببینیم ما و قراره با همین کوالیتی تا انتهای کار رو هم جلو بریم. ما هنر و صنعتیم، بچه‌ای که تو این کار میکنن فعال هستن آرتیستن. آرتیست نیاز داره نظر بصری انتهای کارش رو ببینه. یکی از قسمتی که خیلی چالش برانگیز بود بحث مبارزات بود، چون غالب قسمت کار ما توی هافمن درگیری های در واقع دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر با هم درگیر بودن. دوستان عزیزم به ما اضافه شدن برای اجرای حرکات های رزمیمون. قسمت های عمومیشو من خودم با عمار قمرزاده دوستم که هد بخش اکشن همون بود اجرا کردیم. اونور قضیه یک آدم بود و یه طرفش یک هیولا بود و شاید خیلی دقیق نمیشد بگیم که الان خب یه هیولا چجوری با یه ارتفاع قد بلندتر با یه انسان بخواد مبارزه بکنه و چطور باشه که باورپذیر باشه این قضیه. یه جاهایی واقعا کار داشت به زد و خورد میکشید که همه چیز در واقع رئال باشه. پرت کردن و افتادن و شمشیر زدن و لگد زدن های بد ما داشتیم تو کار که واقعا طرف رو مینداخت. ما تقریبا 110 تا پلان داشتیم که
باید کار میکردیم و تمام اکتای بازیگرانی ما رو قرار توی استودیو موشن کپچر ضبط بشه. هر کدوم از بچه‌ها تو حوزه خودشون تخصص داشتن، طبعا نرم افزارهای تخصصی خودشون هم داشتن. تیردی مکس یکی کار می‌کرد، یکی مایا کار می‌کرد، یکی بودینی کار می‌کرد، و ارتباط بین نرم افزارها خودش واقعا یه چالش شده بود که چجوری من بتونم یه دیتایی رو به این نرم افزار دیگه‌ای بدم که همون جوری که من می‌خوام بخوندش. در ظاهر شاید چیز مثلا عجیب غریبی نباشه، ولی وقتی تو یک پروسه طولانی مدت چندین ماهه می‌افتین تو بازیش، خب یکم سخت می‌کنه. شاید خیلی از دوستان بگن که خب مدل ساخته شده، خیلی ساله ساخته شده، ریگو انیمیت خیلی ساله که همه دارن کار میکنن، 20 ساله 30 ساله داره انجام میشه، چیز عجیبی نبود. برای ما بزرگترین چالش حجم فضا بود، یعنی اینکه ما 2000 تا کاراکتر که تقریبا با توجه به کرودی که ما استفاده کردیم انیمیت مشابه نداشتم. ما تو این پروژه بزرگترین دستاوردی که داشتیم در کنار همه اتفاقی که افتاد اینی که ما به یه پایپلاین رسیدیم که چطور میتونیم 5-6 تا نرم افزار کاملا مجزا، بچه‌هایی که تو هر کاری خودشون جداگونه متخصص هستن رو چطور کنار هم مچ بکنیم. دیگه 90 تا پلان افیکسی داشتیم و پلانی داشتیم که مثلا 600-700 گیگ کش فقط گرد و خاکم، فقط گرد و خاکی داشتیم مثلا 700 گیگ بود، و تو 90 تا پلان داری که یه حجم عظیمی از آره استوریج لازم داری. تالارهای بزرگی ما داشتیم توی کار که مملو از آتیش بود، حجم زیادی فاگ ما داشتیم تو کل پروژه داشتیم که این بچه‌ای که حالا کار رندر می‌کنه میدونه زمان رندر چقدر میتونه افزایش بده. اولین خروجی‌هایی که می‌گرفتیم یهو این ساعت‌ها طول می‌کشه و بعد به این نتیجه رسیدیم که اینجوری ما نمی‌تونیم خروجی رو بگیریم. پیش‌بینی نمی‌کردیم اون حجم سنگین بشه و سیستم ما نکشن. اونم به خاطر این بود که ویدیبی‌هایی که از نرم افزار هودینی به نرم افزار مکس می‌اومد خیلی حجم سنگین داشتن و علاوه متراژی ما چیز هولوش مثلا 10 هکتار فضای باز داشتیم که باید همه رو خاک می‌دادیم و تو اون مرحله دیگه با مدیران شرکت گپ زدیم، قطعات به ما اضافه شد، سیستممون خیلی ارتقا پیدا کردن. کارت گرافیک 3090 با 24 گیگ می‌رم. جالبه سی پی یو هاشون داشتن دستگاه ها 5950 استفاده می‌کردیم، این 3283 یا پردازنده ها یه شات رو خروجی می‌گرفتن از شبکه، گرافیکا همون لحظه داشتن یه شات دیگر رو در رو خروجی می‌گرفتن. دستگاه ها رو دو دسته کرده بودیم، یه سری سی پی یو ها درگیر یه سری جی پی یو ها. حرارتی که تولید میشد اینجا اینجوری بود که ما چون دو تا کولر بازی خیلی بزرگ بذاریم که سالون که فقط بتونیم اینجا رو خنک بکنیم در سر این قضیه و بدون اینکه اصلا خودمون درگیر رندر فارم بکنیم تونستیم این همه شات. یه بار حساب کردن است که 15-16000 فریم ما تو این کار داشتیم و شبیه سازیایی که شاید مثلا ما روزی هر دو روزی مثلا یه دونه پلان میتونستیم بزنیم گرد و خاکشو، رسیدیم جایی که روزی 3 تا پلان داشتیم می‌زدیم آخره. یکی پلان ها هست که فرمانده خاکی میاد از بالا ظاهر میشه و دیوار خاک رو میخواد شکل بده. تو سناریو اینطوری بود که این از یک طرف غیب میشه، از یک طرف ظاهر میشه، یه دیوار خاک دور تا دور این دوتا رو میگیره و با هم میجنگن. ولی خب شکلی که قرار بود این اتفاق بیفته خب تو ذهن هیچ کس نبود. مسلما خب خیلی رفرنس های مختلف دیدیم، فیلم های مختلف دیدیم، تیزر های مختلف دیدیم و یه قسمت هایی ما تجربهشون نداشتیم. و فکر میکنم که اونجا بهترین حالت بود که ببینیم هی ذهنمون بازتر شه، هی نگاهم بگیم ای اینجوری هم میشه، ای از این دیدم میشه نگاه کرد، ای از این قاب هم میشه نگاه کرد. برای همین خیلی از فیلم های اسطوره‌ای که ما دیدیم و بررسیش کردیم، نقد کردیم، خیلی هاشم تونستیم از اونها استفاده بکنیم. من حتی یادم ما خیلی برای این جنگ ها با بچه های تولید که کارو نگاه میکردیم
حتی فیلم مد مکس مد نظرمون بود، فیلم مومیایی مد نظرمون بود. یعنی چاره ای نیست برای بچه‌هایی که کار تبلیغاتی میکنن، کار ایده پردازی میکنن، فیلم، داستان، دیدن تیزر و حتی نقاشی خیلی تأثیر میذاره رو کار ما. سیزن آخر گیم آف ترونز اومده بود، یه جایی بود که این مادر آف دراغون میومد میشست، بعد یک اژدهای پشت سرش بالهاشو باز میکرد و این وسط تصویر بود. این خطای دیده باعث شده بود چیزی که بهش قدرت میداد که همون اژدهاش بود این حسه رو درست کنه. ما میدیم چه بامزه است، اینم یه آدمیه که خب خاک قدرتشه، این فرمانده خاکی، و میتونیم از این المانه تقریبا استفاده کنیم برای شکل گرفتن دیوار گرد و خاک. برای همین کاراکتر رو گذاشتیم وسط و خاک و حالا از دو طرف دادیم و نمیدونم اسم کپی میشه روش گذاشت، ولی در نهایت حتی پلانای ما کپی از اونها نبود. فکر می‌کنم اگه بخوام اینو بگیم کپی، مثلا میشه مثلا اینکه به هر کسی که ماشین می‌سازه بگه کپی کسی است که اولین بار چرخ رو درست کرده. نه، هر کسی از مجموعه تجربیات دیداری که داره استفاده می‌کنه برای کار جدید. ما یه تیم تولید خیلی خوبی داشتیم که توانایی در واقع کارهای سی جی خیلی خوبی داشتن. خیلی از آدما به خاطر شرایط کرونا کشیدن عقب، نیومدن، نتونستیم باهاشون کار بکنیم و با گروه هایی هم کار کردیم. اونجا من قشنگ میتونم بگم که تنها تیمی که تونست کل پکیج رو در بیاره فقط بچه های خود بادکوبه بودن. یعنی اینش به نظرم خیلی جذاب بود. من اول کار فکر میکردم که باید با بهترین ها کار بکنیم. تیم های بزرگ مثل یک سیستم عمل میکنه، تک تک بچه ها یک چرخدنده هستن. شما از اون سیستم یک چرخنده کوچیک هم که برداری، کل سیستم از کار میفته و تک تک کاری که بچه ها انجام دادن عین همون سیستمه و همون چرخنده بود که یکی از این بچه ها اگه کارشو درست انجام نمیداد یا حذف میشد، به طور کامل پروژه میخوابید زمین. با همه اتفاقای کم و کاستی هایی که در نهایت تو خروج نهاییش داریم، فکر کنم اتفاق افتاد. قشنگ ترین قسمتش اون وقتیه که یه مدیر عامل بعد از اون اعتمادش، بعد از اون صبوریش، بعد از اون هزینه کردش میسته و برای تو دست میزنه، برای تیم دست میزنه. بی غبار هافمن، پیشنهاد اهل فن.